بریم که شروع کنیم ترید یو اس به سی اچ نگاه میکنم که کم کم اگه فرصت اجازه بده بتونم برم تو این ترید تایم فریمم ام سی هر یک کندل سی دقیقه طول میکشه تا بسته بشه به هر حال تایم فریمی که امروز روی این چارت روی این حرکت زیبا انتخاب کردم ناحیه بسیار قوی میتونم بگم و الگویی که شکل گرفته که از کارهایی که همیشه انجام میدیم انتخاب بهترین چارتا برای تریده بدون شک خود این میتونه شانس موفقیت ما رو ببره بالاتر قطعا کیفیت چارتایی که انتخاب میکنیم بسیار برای ما مهمه نباهی انقدر ساده است انقدر قشنگ اینجا که حرفی توش نیست بیش از این دو تا ناهی هم به نظر من در واقع من اردرم رو کم کم دیگه ست بکنم بذارم که کامل در واقع بتونم معامله رو انجام بدم با 20 لات میرم تو این ترید الان باز که هم استاپلاس هم میذارم روی فاصله 10 پی پی یا 2000 دلار و ببینیم که دیگه این معامله چه اتفاق میافته پس یکی از مهم الان نگاه کن ناحیه بعدی که فکر میکنم با تیک پرافیت خوب باشه اینجا که بیش از یک به هم رفته راحت و ریلکس خواهم بود و یه ترید خیلی راحت میتونه باشه نگاه کنین اگه بعضی وقت نواهی رو اسکویز کنی به سمت چپ برگردی میبینی که قبلا هم اینجا جای خوبی بوده و پس من تیک پرافیت ها رو تقریبا دقیقا یعنی میشه رو 20 پی بی پی یا یک به دو این تیک پرافیت نهاییه که در نظر گرفتم و میصرفه برام که وارد این ترید بشم ریسک رو میخرم و وارد این ترید میشم با 20 لات خب پس اولین چیزی که تو چهارتا خیلی به ما کمک میکنه در چیه؟ انتخاب بهترین چارت برای ترید من آردرم هم گذاشتم بالا که راحت ببینین که چه اتفاق میفته احتمالا این از اون لایف ترید هایی خواهد بود که چون تو کلاسه من ضبط میکنم برای بچه هایی که بعدا در یوتیوب میتونم قرار بدم یه مقدار درست کنم که چارچوب بندی متا تریدرم بیاد نگاه کن الان خیلی سریع خیلی سریع ببین چقدر قشنگ واکنش من نگاه کن یه فول بادی بریک اوت اتفاق افتاد اولین پول بکش رو خیلی سریع ترید کن این بیشتر از این که سناریو در واقع بازگشتی و فکر کنم سناریو شماره دو میتونه یک بین یک و دوه خیلی سریع تو حرکت سریع روبه بالا من دارم ترید میکنم و اومدم در واقع اونجا فشار رو به پایین که اومد برگشت به سمت بالا من اون رو اومدم ست کردم حالا ببینیم آیا این فشار رو به بالا میتونه ادامه داشته باشه یا نه به حال من خیلی سری معامله رو یک به یک میکنم ریسک فریش میکنم هر موقع بهش برسه و میتونم خیلی سریع معامله رو از پسش بر بیام اتفاقی که هر روز تو چارتای ما میفته باید این چارت سلکشن رو داشته باشیم باید تو هر معامله که دوست داری بری بتونی بری و ریسکش رو انجام بدی منتها چون یک یا دو درصد در اکانت تو خب قاعدتا از نقطه نظر مدیریت مالی مدیریت سرمایه شریک میکنی تو هر تریدت در میتونی که ریسک های زیادی رو بکنی حتی تریده ای انجام بدی که به قول بچه خارج از استراتژی خودتو اما نتیجه خوبی هم داشته باشه به در نهایت تو یه تریدری که اون تریدر تشخیص میده انتخاب میکنه و تو چارت مختلف میره این پروسه کاری ماست الان 222 دلار مثبت و من 282 دلار منفی اما همچنان من به پای بندم فشار رو به بالا فشار خوبیه از نظر من و مینیمم تا نقطه بالاترین جای این شادو این کندل فول بادی بریک اوت میتونه دوباره بره یه تست مجدد بکنه شاید اونجا اصلا یک بریک رو بستم به هر حال نمیدونم چقدر زمان میبره که این تریدم تکمیل بشه چارت نیم ساعت است شاید یه ساعت شاید نیم ساعت شاید نمیدونم 7 ساعت طول بکشه و به حال یکی دو تا کندل با هم دیگه قطعا میتونیم بریم جلو ببینیم که چه اتفاقی روش میافته این چارتی که امروز انتخاب کردم بنا به در تحلیل تکنیکالی که انجام دادم یکی از چند تا چارتی که داشتم و شروع کردم به ترید الگو الگو خیلی پرفکتی نیست و سعی دارم با این نمونه مثال بزنم که حتی اگه تو هایی که خیلی پرفکت نیستم وارد بشی اما مدیریت سرمایه سایر محصول رو رعایت کنی میتونی موفق باشی امیدوارم که این ترید خوب پیش بره و بتونم در واقع مفهوم این آموزش رو برسونم چارتی که چارت بدکی نیست من ترجیح میدم این اولین پولبک بیاد روی ناحیه من بشه سناریو شماره سه اما وقتی که سناری شماره سه نمیشه قطعا در واقع میدونم که یه مقدار ریسک بیشتری داره همراه میده و الان یکی از اون جاهایی که خب بر نگشته یه پولبک کوچیکی زد تکندلی بود اومد و رفت بالا و من خب چون حرکت یو اس سی تو چند ساعت اخیر دیدم مخصوصا تو یه ساعت گذشته دیدم که یه فشار رو به بالایی داره سرکم که مومنتوم رو از دست ندم این نکته ای که به خاطر همینه که این چارت رو انتخاب کردم پس ما هر لحظه توی چهار یه خواهش دیگه ای هم که دارم این سناریو یک دو سه چهار پنج حتما باید مطالعه کنی یعنی انقدر اینا مهمه وقت گذاشتم کامل درست کردم توی کلاسای هم حتی نمیتونم فرصت ندارم بهش بپردازم چون فقط یه سناریو فوکس میکنیم سناریو شماره سه سلایق تریدر رو متفاوته پس باید خودت کار بکنی خودت بری توش مثال های مختلف چارتای های متفاوت رو ببینی تا بتونی خوب و بد رو بشناسی همچنان این ترید نگاه کن خیلی خب الان نباید توقع داشته باشم تو یه ثانیه تو یه دقیقه دو دقیقه خیلی اتفاقای عجیب غریب بیفته شاید بیفته اما خب به حال برای همینه که تایم <applause> فریم های بالاتر کمتر مثال های زنده ای منه به خاطر اینکه بیشتر طول میکشه و شاید صبر مخاطبینم اونقدر نباشه که بتونن یوتیوب رو تماشا بکنن مثلا 200 ساعت 400 ساعت چهار ترید من اگه بخوامم میتونم لایو بذارم سیستم ترید استیشن رو بچه ها ببینن یه روز دو روز سه روز اما باید ببینیم که در واقع آیا بچه ها پیشنت صبر اون استراتژی رو دارن یا نه خب بسیار عالی من این رو هم یادداشت کنم خب پس ادامه بدیم ببینیم که به چه سمت و سوی پیش میره تریدمون یه پنج دقیقه دیگه مونده تا کندل ام مون بسته بشه و بتونیم متوجه بشیم که کندل بشه که بد نیست تا الان توی این کندل فشارخونی خوبه من دارم دنبال یه ساوند ترک میگردم که بذاریم یه مقدار ریلکس بشیم موقعی که میخوایم ترید بکنیم و خیلی هم توصیه میکنم زمانی که بچه ها ترید میکنن یه مقدار موزیک های ملایم تر و راحت گوش بدن که ریلکس بتونن این کار رو دنبال کنن و اجراش بکنن چون ذهنت موقعی که داری ترید میکنه خیلی درگیر مسائل مختلفی میشه این ذهن توی ای که یه نبردی رو شروع میکنه در زمان تریدی سایکل های متفاوتی که در حقیقت طی میکنی تو زمانی که ترید داری و باعث میشه که میتونم بگم بعضی وقتا تو وضعیت های مشابه رفتار متفاوت داشت بشین چیزی که اغلب بچه ها در موردش سوال میکنن در موردش میپرسن که چرا ما تو یه دونه چارت خاص تو یه الگو خاص رفتاره متفاوت داریم یه موقع میبینیم خوب ترید میکنیم یه موقع همون رو میبینیم نمیتونیم دیگه ترید بکنیم و این وحشتناکه از نظر خودش اما خب یه رفتار خیلی طبیعیه مخصوصا برای تریدرایی که تازه کارن یه مقدار هیجان دارن اوایل کار یه مقدار زیادی میتونم بگم عجله دارن این هیجان و عجله باعث میشه که کاره عجیب غریب بکنن چند تا ترید خوب انجام بدن دو درصد چهار درصد در اکانتو بیان بالا و یه دفعه با یه ترید خراب 50 درصد در اکانتش بره بالا این بعضا رفتاریه که اغلب تریدرها دارن توی برهی از کار تریدت قطعا با این مورد روبرو میشی باید ببینیم که چجوری از پسش برمیاری تمام این تعلیمات تمام این آموزه ها تمام این مطالبی که توی لایف ترید ها جلسه ها گفته میشه فقط به خاطر اینه که تو آماده بشی برای اون لحظات یعنی در حالت عادی که تو مشکلی نداشته باشی که راحت میتونی ترید بکنی موضوع اینه که وقتی میریسی تو اون سایکلایی که کار عجیب غریب میخوای برسی چقدر آمادگی داری که اون جاها چقدر پلن داری برنامه داری چقدر میتونم بگم استراتژی مختلف برای اون زمان ها داری که بتونی مقابله کنی با اون رفتاری که خارج عرفه برات خب این کندلم به نظر میسه تا نصف بدنه کندل قبلی اومده و جای خوبی به نظرم وارد شدم اما فشار همچنان جالبه و باید ببینم چجوری این کندل بسته میشه کنین بعضا خیلی ها از بچه سوال میکنن چند دقیقه آخر بسته شدن یک کندل یا باز شدن کندل بعدی معمولا ولتایل میشه کندل خب خیلی طبیعیه دیگه خیلی ها زمانی میان ترید میکنن خیلی کانترک هست قرارداد هست و به همین دلیل اون لحظات چند ثانیه باز شدن و بسته شدن کندل معمولا یه هیجانی تو بازار هست اما اینجوری نیست که همیشه بتونین رو پیش بینی کنی الان این کندل نگاه کن یه فشار نزولی یه فشار نزولی داره میاد همچنان به نظر من فشار تو این کندل خوبه میشه گفت شانسم بد نیست حالا باز خیلی بستگی داره چجوری این کندل بسته بشه و چجوری کندل بعدی باز بشه باید ببینیم که میتونن با ارا فشار رو حفظ کنن حلوش این ناحیه میتونن پرواز بدن قیمت رو به سمت بالا یا نه فشار بایرا یه مقدار سلرا اول دوباره اومدن و بسته شدین کنده نگاه کن چقدر زیبا روی نس اون بدنه و احتمالا الان این از اون الگویی که احتمالا بعدش حرکت رو به بالا رو شاهد خواهیم بود حالا این پیش منه من قضاوت من اما در واقع میشینم نگاه میکنم از همین ابتدا نگاه کنم بایرا کامل این شکلی کندل ها رو من بارها و بارها دیدم اسم نداره اما میدونم وقتی این اتفاق میفته کندل میتونه حرکت رو به بالا خودش رو ادامه بده الان اولین جایی که دوست دارم قیمت بیاد بش گونه همین هایی است که سر رایش هست و دو تا دیگه یه دونه شادو کندل فول بادی بریک آوت بود یکی الان شادو این کندل قبل اضافه شده حالا باید ببینم بایا که الان در واقع یه مقداری قیمت رو کشتن بالا دوباره سلرا اومدن خب به هر حال سلرا قطعا مقاومت میکنن دوست ندارن که در واقع تو محدودشون نفوذ بشه هیچ سلری اونجا دوست نداره قیمت بره بالا پس کاملا میتونم بگم مقاومت میکنن سلرا چجوری مقاومت میکنن ما صحبت از مقاومت بایرا و سلرا میکنیم با اوردرای جدید گذاشتن با های جدید با های بالاتر ترید کردن تریدهای قبلیشون رو منیج کردن معمولا با این کارا میتونن در واقع انجام بدن خب حالا فشار سلرا رو میبینیم یه مقداری دیگه خیلی طبیعیه خب قطعا ما فشار سلرا رو باید ببینیم تو لحظات پولبک اما اینکه چقدر این فشاره دووم میاره و بعدش واکنش بایرا مثلا تو این کیس چجوریه اون خیلی مهمه برای ما فوقلاده است این بازارها فوقلاده است لذت بخش این فارغ از اینکه نتیجت چیه فارغ از اینکه که نتیجت چیه کندل به کندل وقتی بازار رو نگاه میکنی لذت بخشه برات اصلا قیمت دلاری و اصلا دل. درآمدت درصدت، همه رو بذار کنار فقط صرفا از این باب که داری علمی داری با علم و دانش و مهارت این بازار رو الان هر پیپی پی که میاد بالا من لذت میبرم به خاطر اینکه دیدم بارها و بارها تجربه کردم این بازار رو و واقعا عشق بهم میده واقعا لذت بهم میده و درک میکنم که چرا باید یه کاری انجام میدی مخصوصا اونم این کار با تمام وجودت باشه با تمام عشقت باشه و لذت ببری از این کار چون قراره هر روز اون رو به مدت نمیدونم مدیتی استفاده کنی نمیدونی اومدی تریدر بشی برای 5 پنج سال آینده یا ده سال آینده و در حقیقت باید هر روز دووم بیاری فشار کامل بایرا رو الان میبینم خوشحالم لذت میبرم به خاطر اینکه یه تحلیل خوب دیگه هم تا اینجا داره در واقع تثبیت میشه حالا خیلی مهمه که این فشاره رو حفظ کنم هرچقدر این کندله این قیمت بایرا بایرا بتونن قیمت بالاتر بکشن شانس من برای رسیدن اول از همه برای رسیدن به نقطه یک به یک یا ریسک فریم بیشتر میشه و دوم اینکه شانس من برای رسیدن به نقطه تیک پرافیت نهاییم کامل فشار بایرا این فشاریه که دوست دارم ببینین چقدر جالب چقدر جالب الان آم... کلوز کندل قبل داره کاملا اوپن کندل قبل رو کلوز دو تا کندل قبل اوپن این کندل رو داره کاملا کاور میکنه باید ببینیم چه اتفاق میفته بسیار مهم این در واقع جاهایی که کندل کاور میکنه و میره به سمت بالا فوقلاده یه پرایس اکشن فوقلاده رو الان داریم میبینیم یه پرایس اکشن که فقط و فقط و فقط ما از قیمت کمک میگیریم که بتونیم ببینیم چه اتفاق میفته کندل به کندل میتونی بخونی قدرت میتونی داشته باشی منتها ما از این کندل خونی به جایی اینکه جاهای بیمورد استفاده کنیم جاهایی که دوست استفاده میکنیم قیمت با این فشار داره حرکت میکنه من فکر میکنم الان یه فشار عجیب و غریبی داشته باشیم روی این کندل یعنی الان با این اتفاقی که افتاد با این پرایس اکشن فکر میکنم قیمت یه دفعه باید قاعدتا به بره بالا باید ببینیم چون کامل مشخصه که سلرا بعید نیست که الان اکثر سلرا استاپ رو بزنن و یه دفعه بازار خالی کنه خلاص کنه به یه سمت و عدم نامتعادل پیش بره و به صورت نامتعادل توی <تص> عدم نامتعادل <تص> به صورت نامتعادل توی جهت پیش بره من چهارت پنج دقیقه رو بیارم فوقلاده است نگاه کن گرچه استفاده نمی کنم من این چارت هم اما فوقلاده حرکت فوقلاده تو پنج دقیقه اخیر کندلش بسته شد و ببینید چقدر زیبا این پرایس اکشن خالصه پراکسیشن خالص توی چارت ام سی من ترید کردم خیلی کاری ندارم با ام اما چارتای دیگر دارم نگاه میکنم فقط به خاطر اینکه اطلاعات بیشتری به شما بدم از لحاظ آموزشی ام سی فوقلاده این کندله سی دقیقه ای که الان توش هستیم خیلی قشنگ داره انصافا هم میکنم من و منتظر یه حرکت عجیب غریب توش هستم منتظر هستم که ببینم چه اتفاق میافته فوقلاده فوقلاده این ترید من یه بار ام پنج فوقلاده داره نگاه کن آها این فشار رو به بالا 15 دقیقه شو که نگاه چارت های مختلف و همون ام سی فکر میکنم بهترین چارتی بود که انتخاب کردم و خوشحالم بین این همه تایم فریم تایم فریم رو انتخاب کردم که الان دارم نتیجهش رو میبینم کندل فوقلاده میتونم میگم شگفت انگیز ببینیم حالا تا انتهای این ترید این شگفت انگیزیه این چارت که انقدر زیباست برامون باقی میمونه یا نه چارت های زیبا رفتم که دنبال یه ساوند ترک بگردم بذارم مثلا انقدر قشنگ دیگه این معامله رفت محو در واقع دیدن این معامله شدم فولاد زیبا فوق زیبا داره حرکت میکنه و میره یه مقدار فشار سلر رو الان قاعدتا جایی که باید فشار بیارن سلر رو شاید هم اردراشون دارن در واقع بلنس میکنم میریزن بیرون و حتی میتونم استاپلاس هم یه مقدار بیارم بالا اما فعلا دست نمیزنم منتظر بسته شدن این کندلی هم که الان توشه فکر میکنم قیمت باید الان با این پازایی که میکنم انفجاری بره بالا هنوز بایرهای اصلی تو بازار نیومدن توی این چارت نیومدن همه بایرای اصلی که باید قیمت رو درایو کنن به سمت بالا فکر میکنم هنوز نیومدن کم کم از اون چارت هاییه که کم کم تریدر های دیگه با استراتژی های مختلف تازه دارن میبینن و تازه واردش میشن ببینیم چه اتفاق میفته رو این چارت ها فولاده قیمت خیلی زیبا داره حرکت میکنه خیلی هم در مورد شدو ها همیشه پر است پر هستند از سوال و از نکته و از خیلی از مسائل دیگه اما در واقع شدو واقعا چیز سختی نیست تا وقتی که در واقع بهش توجه نکنی خیلی وقتا ما به شدوها نباید توجه کنیم مثل اینجا اینجا شاید کندل فول بادی بریک اوت هم, هم نگاه کنی بگی کندلیه که خیلی کیفیت نداره قبول دارم گفتم اولش گفتم گفتم یه چارتی رو دارم لایف ترید میارم که خیلی ایدئال نیست که خیلی درست حسابی نیست خیلی واضح نیست یه دلیل لایف ترید ها همینه که جاهای سخت بهتون نشون بدم که چیکار کنی از چارت که خیلی ایدئال نیست از سوینگایی که خیلی ایدئال نبوده از الگویی که ایدئال نبوده ناحیهش خوب بوده انصافا از اونا به همراه در واقع یه برگشت ناقص استفاده شده یعنی میخوام بگم ریسک تو ریسک شده اما با مدیریت سرمایه فعلا تو سودم فعلا تو سودم 20 لات معامله ای که در واقع حالا باید ببینیم بایرو آیا میتونن قیمت رو یه دفعه نوسانی انفجاری بکشن بالا یا نه فعلا تو این قدرت در واقع بایرو خوب بوده تا این لحظه باید ببینیم که اینجا چه اتفاق میفته شدو این کندله که الان قیمت داره به سمتش میره خودش اونجا میتونه سکو پرتاب باشه که قیمت ها با شتاب بیشتری به سمت در واقع های آفت دی برن یعنی بالاترین جایی که این شدو ای کندل فول بادی بریک آوت که کاملا مشخصه الان داره میره قیمت به سمت بالا باید ببینیم آیا میتونه این های قبلی های شدو کندل قبل رو بشکنه با قدرت و از اونجا قدرت بگیره پرتاب بشه به سمت بالا یا نه باید ببینیم بسیار جالبه بسیار جالبه چقدر لذت بخشه تماشا و نگاه کردن اومده اسپرید رو نگاه کن چقدر زیبا آهان الان این لحظه عبورشه این لحظه عبورشه بسیار عالی میتونم بگم لذت بخش از اینکه گفتم این کندل میتونه یه کندل فوق باشه الان میتونه خیلی عالی تر از اینا هم پیش بره این کندل یعنی فوق و بی‌نظیر میتونه این کندل راهش رو ادامه بده چون دیگه چیزی سر راهش نیست به جز های افتاده بعد های افتاده هم که اون ناحیه بالا خب به تب این ترید دیگه کم کم Uh, الان با این حرکت خوب میتونم بگم باید استاپلاس رو قاعدتا کم کم بیارم تو نقطه ریسک فری خودم رو زودتر ریسک فری کنم تا بتونم در واقع معاملم رو ببندم شاید نقطه یک به یکم بستم فعلا برنامه ندارم اما الان چیزی که میبینم حرکت بسیار زیبا منطقی و خیلی قشنگ داره به سمت بالا پیش میره بدون از هر هیجان و نمیدونم نقطه منفی میدونم معاملم تو تایم فرم سی دقیقه ای انجام شده خب یه مقدار صبر بیشتری میخواد الان فکر میکنم اولوش 25 دقیقه است که تو این معامله کمتر شد 20 دقیقه است که تو این معامله هم و واسه 20 دقیقه این مبلغ مبلغ کمی نیست مبلغ خوبیه فکر میکنم حتی هزار دلارم بتونم از اینجا بگیرم که الان بیشتر میگیرم حال تو 20 دقیقه هزار دلار فوق است به نظر من بریم که ببینیم یه ذره من سعی کنم کمتر صحبت کنم تا ببینیم قیمت های حرکت میکنه به سمت بالا یا نه سمت های آفت دی جایی که بالاترین قیمت روزانه است الان پلار در هم شکست اومده تو چند ساعت اخیر، دو ساعت و نیم اخیر تقریبا میتونم بگم بازار تو بالاترین قیمتش تو سه روز گذشته بوده و سه روزه آره. از سه دسامبر در واقع امروز 6 دسامبر بالاترین قیمت تو روند سعودیش هم قرار داره، تو روندم هستم، میتونه در واقع اتفاق فولاده اینجا بیفته یه ترید عالی رقم بزنه حتی اگه واکنش نشون بده خیلی سریع به سمت تیک پرافیت من ناهی بالا بیاد من میتونم اونو سریع جابجا جا کنم ببرمش بالاتر و چه وسط این کار رو بکنم چون ام سی به حال معاملاتی که داریم تو امسی معاملات سوینگ تریدینگ هست یعنی خب معاملاتی که شاید امروز نگه دارم واسه فردا هم برسه اگه قرار برم تو سوینگ میتونم حرکات بهتری بگیرم الان اینجا استاپلاس لاسم. ده پیپ بود پس بنابراین این تیک پرافت 20 پیپ دیگه حالا فرض کنین حرکت خوب باشه یه دفعه سی چل پیپ تو جهت معامله من بره من تیک پرافیت هم بردارم باعث میشه که در واقع من یه معامله داشته باشم بولم مدت خیلی هم پیش میاد از این معامله که بسیار جالب و روونه خیلی قشنگ این کندل واقعا حرف نداشت بی نزیر. حرف نداره و داره حمله میکنه به سمت در واقع های آفت دی لحظات میتونم بگم مقابله با های آفت دی نگاه کنید کاملا قیمت به نظر من رفتار قیمت رو میشه خیلی سریع باشه عدابت شد یاد گرفت و آموخت و تنها چیزی که شاید این وسط خیلی بهتون کمک کنه تنها عاملی که خیلی بهتون کمک بکنه که بتونین روونتر راحتتر حرکت قیمت رو بخونین اینه که تو بازار لایو تمرین کنین تو بازار لایو فوق میتونه بهتون کمک کنه جایی که چارت های مختلفی هست جایی که میتونی نگاه کنی خب خیلی جا هم هست مثل در واقع گروه وی آی پی من این تجربه رو بچه ها میدم اچ فورش هم ببینم فرقی نداره ام پنجش فوقلاده خوب و قوی رفت بالا یه جایی هم هست مثل گروه وی آی پی ما که این تجربه رو میده به بچه اگه خودت نتونی در واقع این کار رو برات انجام میده و با همدیگه میتونیم همراه بشیم پس اون هم میتونه فرصت بسیار مناسبی باشه که یک به یک اگه دوست داری واقعا یاد بگیری همینجوری بیام چارت ها رو بررسی کنیم با همدیگه روی چارت صحبت کنیم و فوقلاده باشه خب ببینم که این کندله خیلی خوب رفت بالا یعنی این کندل فوق است من چون نمیخوام مدت ویدیو زیاد باشه شاید معاملم رو که ریسک فری کردم کم کم این ویدیو رو هم قطع کنم که رو میخوام برای بچه های یوتیوب هم بذارم و که اونا لذت ببرن خب عالی یه نفس عمیق میکشیم یه دفعه قیمت حرکت کنه بره بالا خیلی دوست دارم من عاشق اون چارتایی هم که انفجاری یه دفعه قیمت هرکه انجار نگاه کن کاملا مشخص حتی این پایین ما میتونستیم بایر هم باشیم اما حالا خیلی اون پایین اهمیت نداره برای ما اون خیلی دیگه پایین پایین بود اونجا میشد لحظه برگشت بازار ما خیلی موچه بازار رو نمیخوام تو اون لحظات بگیریم بیشتر همین قدم که چند تا معامله در هفته با همین موفقیت داشته باشیم که تو جهت بازار ترید بکنیم فوق العاده است ببینیم قیمت یه مقداری داره شای میکنه دیگه یا شاید با سلرا دارن مقاومت میکنن ADC چه دی ADN هم برگشت همین USCCH بمونم ببینم که تا وقتی که ریسک فری نشده قاعدتا خیلی روی این معامله میمونم دیگه ریسک فری که بشه یه خیال خاطر جمعی به هم میده اون موقع راحت تر میتونم برم سراغ چارتای دیگه من عادت کردم روی کاری تمرکز کنم اون کار رو انجام بدم اون ترید رو انجام بدم بعد برم سراغ یه ترید دیگه البته این به معنی نیست که ترید های همزمان با هم دیگه هم ندارم اما میتونم بگم قادرم که اون کارم انجام بدم خب قیمت فوقلاده کندل فوقلاده اینم معامله من ریسک فری میشه که دیگه هیچ درقد ریسکی من نداشته باشم روی این معامله به همین راحتی معامله من ریسک فری شد و به همین سرعت خیلی هم راحت هیچ سختی تو این معامله نبود یک هم ازش بگیرم که داشته باشم برای در آقا بچه های وی آی پی بذارم از این معامله از اون ترید میشه که در واقع بچه ها میبینن میگن قانون شکنی کرده اما این قانون شکستن نیستین در واقع از سناریوهای دیگه دارم استفاده میکنم که بچه ها یاد بگیرن این هم بخشی از سیستم آموزشیه که به واسطه آوردن نه, ف... نه تنها مثال های بلکه اون مثال هایی که خیلی عالی نیستم در واقع من سعی میکنم شما اعتماد به نفس کافی رو کسب کنید تا اون لحظاتی که داری تنهایی کار میکنی تنهایی تصمیم میگیری بتونی بهترین تصمیم رو بگیرید خیلی قشنگین کندل در واقع حرکتش رو زد به سمت بالا حالا منتظرم که بالاتر بره و قشنگتر بره نقطه یک به که من تاچ شده به اندازه ای که استاپلاس هم بود تا این لحظه تو سودم حتی دیگه کم کم داره بیشتر میشه و میتونم بگم معامله کاملا الان ریسکش لیفت آف شده یعنی دیگه هیچ ریسکی برای من برای سیستم من برای در واقع اکانت من نداره قیمتم داره حمله میکنه به های آفت ده خب بسیار عالی چقدر زیبا قیمت تنها چند پیپه دیگه فاصله داره تو برسه به های آفت دی و از اونجا دیگه میتونم بگم آزاد بشه و بره بالا عالی فوقلاده قیمت میتونم بگم یه فشارخونی عالی اینجا این ترید رو تکمیل کرد امیدوارم که دوستانی که بعدا این آموزش رو اینن حتما بهشون تو روند گری کمک بکنه و این آموزش باعث بشه که روونتر بتونن صبر کنن بتونن کندل خونی بکنن بتونن چارت انتخاب کنن و با استرس کمتری ترید بکنن یکی از اهدافی که پرژن تکنیکال انالیست سالهای گذشته داشته همین بوده که با آموزش هایی که از طریق یوتیوب میذاریم لایف تریدا آموزش های رایگان در واقع باعث بشیم که استرس کمتر بشه از روی میتونم بگم کار تریدینگ شما چون اگه بدون استرس این کار رو انجام بدی نتایجش میتونه فوقالعاده باشه مثل وقتی باشه که تو بازار دمو داری کار میکنی حتی تو بازار ریلی حتی داری در واقع پول واقعی رو, رو روش ریسک میکنی اما در واقع چون تجربه کافی تمرین کافی و مهارت کافی رو داری اون موقع دیگه میتونی به خودت اعتماد کنی عالی دیگه این ترید رو دست بهش نمیذارم میذارم همینجوری باشه و برای خودش رام باشه اگه بیاد خیلی اتفاقای عجیبی بیفته توش من حس کنم که داره شدید برمیگرده پایین رو یک به یک یا در واقع روی یه درصد میبندم که بتونم یه در واقع سودی جزئی رو هم از این معامله داشته باشم و به نظرم میاد میره در واقع باز بالاتر و های دی رو تست میکنه بسیار عالی اینم از لایف تریدمون و در واقع با آرزو موفقیت برای تکیر که دوستانی که بعدا این ویدیو رو نگاه میکنن حتما نظرات خودتون رو هم راجب این ویدیو برای ما ارسال کنین